کتاب تخت پولاد اثر علی دشتی، ناشران انتشارات مهر و نشر البرز، آلمان 2003 میلادی. اجرا قاسم قره‌داغی، تهیه شده در مجله اینترنتی آوای بوف. این کتاب مجموعاً در 8 فایل صوتی ارائه شده است. فایل اول. نوشته پشت جلد کتاب تخت پولاد. کتاب تخت پولاد تصویر خیالی از مباحثه است میان سید محمد باقر دورچه‌ای با عده‌ای از طلبه‌های برگزیده خود. مباحثه برخلاف معمول در حجره‌های تنگ و تاریک مدارس دینی انجام نمی‌گیرد، بلکه مجتهد دورچه‌ای و طلابش به خارج شهر اصفهان می‌روند تا از چشم جهلا و قشریون مذهبی در امان باشند. بحث میان سید دورچه‌ای و طلابش در قبرستان تاریخی تخت پولاد و بر روی قبور مجتهدین طراز اول با گرمی و صمیمیت آغاز و تا تاریکی شب ادامه می‌یابد. علی دشتی که نویسنده‌ای چیره دست بود، روح جستجوگر خود را در پیکر بیجان سید دورچه‌ای که اتفاقاً در همین قبرستان به خاک سپرده شده حلول می‌دهد و از زبان او به نقد بدآموزی‌های مدارس دینی می‌پردازد. صفحه 15. مسافرت به اصفهان. یک ساعت تمام گیج و مات به این شهر با عظمتی که در زیر پای من مثل دریایی منبسط شده است نگاه می کردم. در مقابل چشم یک جوان 18 ساله‌ای که تاکنون قدم از آباده بیرون نگذاشته، بعد از 6 روز مسافرت خسته کننده بر روی جاده خشک و مأیوس و بعد از طی آن سربالایی ملایمی که اصفهان را از نظر کنجکاو و هر مسافری مخفی می کند، یک مرتبه پایتخت مجلل و زیبای صفویه با گنبدهای آبی و منارههای کاشی و آجری، با آن همه خانه ها و باغچه های مشجر که اصفهان را از دور مانند باغی پر از عمارت نشان می‌دهد، و با آن همه مزارع سبز و خرمی که آن شهر معظم را احاطه کرده بود و خط روشن و مارپیچ زاینده رود با پل‌های زیبایش هویدا شده بود. در این شهر بزرگ است که زندگانی جدید من شروع خواهد شد و دوستان و دشمنان جدید پیدا خواهم کرد. این منظره و این خیالات بی اختیار مرا متوجه حوادث غمناکی کرد که باعث مسافرتم به اصفهان شده است. راست است که مطابق طبع جوانی از این تغییر زندگانی ناراضی نبودم، چه در برابر آمال و احلام من افق تازه‌ای که بسی وسیع‌تر و مبهمتر از محیط تنگ و کوچک آباده بود باز شده است. مگر خوشی‌ها و لذایذ و سعادت‌های این جهان جز در میان بخار و مه ابهام و پندارها یافت می‌شود؟ ولی آیا انسان می‌تواند پدر و مادر خود را فراموش کند و آن حوادث ناگواری که چشمان عزیزانش را از اشک می‌گدازد نادیده انگارد؟ آیا در سایر جاهای دنیا هم اینقدر بدبختی و سختی هست؟ آیا در همه جای دنیا اینقدر سخاوت و تعدی هست؟ اگر اینطور است، بشریت چرا موجود شده و به چه امید زنده است؟ من نمیخواهم در اینجا بدبختی های خانوادگی خود را ذکر کنم. مقصدی که برای این سطور نگاشته میشود خیلی بالاتر و مقدستر از این هاست. ولی در مقدمه
ناگزیرم بیان کنم که چرا من به رشته روحانیت افتادم و چگونه با آن مرد بزرگی که شایسته است عالم شیعه به قدس و تقوا و نورانیت فکر و اطلاعات وسیعه او مباهات کند آشنا شدم. چرا به اصفهان رفتم؟ پدر من از بازرگانان آباده بود. حسب المعمول مرا هم برای حرفه‌ای که خود داشت و از پدر به او ارث رسیده بود آماده می کرد. ولی یک مرتبه عقیدش راجع به تربیت من تغییر کرد و تصمیم گرفت که مرا در مسلک روحانیون درآورد. آن شبی که این تصمیم خود را به من و مادرم بیان کرد حالت منقلبی داشت. من آن وقت خیال کردم به واسطه مفارقت من و اینکه می‌خواهد مرا به نجف بفرستد متأثر است، ولی بعد از اینکه مادرم با این تصمیم مخالفت کرد و عدم رضایت خود را از فرستادن من به مملکت غریب و دوردست اظهار کرد و پدرم مجبور شد علت این تصمیم ناگهانی خود را بیان کند، فهمیدم که علت انقلاب و تأثیر پدر بیچارم خیلی عمیق تر از رنج مفارقت من است. با آنکه اوضاع مالی پدرم خیلی درخشان نبود، ولی چون قدری فکرش باز بود و ظاهر زندگی خود را آراسته و مرفه نشان می‌داد، غالب مردم او را متمول می‌دانستند و مکنت او را خیلی بالاتر از آنچه داشت تخمین می‌زدند. بنابراین غالب حکامی که به آباده مأموریت پیدا می‌کردند، چشم توقع و طمعی به او داشتند. پدرم با زرنگی و حسن تدبیری که داشت خود را به یکی از روحانیون بزرگ بسته بود و هر سال مبلغی به عنوان زکات و سهم امام به عالم مزبور می داد و ضمناً با تقدیم تعارف مختصری از قبیل یک گونی قند و یک صندوق چای به آبدارخانه حضرت حکمران جدید خودش را حفظ می کرد. حضرت حکمران هم که می دید تعارف مختصری از این تاجر متوسط الحال به وی می رسد و از طرف دیگر مورد مهر و علاقه جناب شریعت مدار است، دیگر متعرض او نمی شد. چه می دید به زحمتش نمی ارزد که خود را با آخوندها طرف کند، برای اینکه به جای 100 تومان مثلا 500 تومان گیرش بیاید. از قضا چند ماهی بود به واسطه پیش آمدی میان پدرم و شریعت مدار شکرابی حاصل شده و مثل هر سال هم جیره معمولی او را نداده بود. حاکم وقت که 2-3 ماه پیش به آباده آمده بود یک فراش باشی حریص و طماع و بی‌شرمی همراه داشت. فراش باشی با آقای شریعت مدار خیلی دمخور بود. گویا به اشاره او جناب فراش باشی دوز و کلکی جور کرده و کسی را وادار می کند که نزد حاکم شهر شکایت کند که پدرم مدعی شده است امامزاده حمزه ای که در یک فرسخی آباده است نمی تواند معجزه ای بکند و هر کس مدعی شود که او معجزه کرده است دروغ گفته و بنابراین چنین استنباط می شود که او بابی است. حاکم رسیدگی به این موضوع را به فراش باشی خود محول می کند. فراش باشی هم بدون مقدمه با 2-3 فراش وارد تجارتخانه پدرم می شود و بدون سوال و جواب به او توهین می کند و 2-3 سیلی سخت به صورت او نواخته او را به دارالحکومه جلب می کند. در آنجا هم بدون معطلی چوب و فلکی حاضر می کند که او را چوب زده و بعد هم زنجیر کنند. هرچه پدر بدبختم عجز و التماس می کند که قضیه چیست و چرا با او اینطور رفتار می کنند، کسی جوابی به او نمی دهد و غیر از کلمات دشنام و بیدین و بابی چیزی نمی شنود. در این ضمن منشی باشی حکومت مثل اینکه بر حسب اتفاق از آنجا عبور می کرده وارد می شود و میانه را می گیرد و پدرم را کنار کشیده از او می پرسد قضیه چیست؟ پدرم می گوید من ابدا اطلاعی ندارم. آن وقت فراش باشی را کنار کشیده و قدری نجوا می کند. بعد هم پدرم را به جای خلوتی برده و می گوید کار خیلی خراب است. او را متهم کرده اند به این که به پیغمبر ناسزا گفته ای و بابی شده ای.
پدرم قسم می‌خورد که ابداً همچون چیزی واقعیت ندارد و تعرض می‌کند که چرا بدون بازپرسی و تحقیق به یک شخص تاجر اینطور توهین روا می‌دارند. منشی باشی می‌گوید الان می‌روم نزد حاکم و میانه را گرفته اصلاح می‌کنم. بعد به فراش باشی دستور می‌دهد که قطری دست نگه دارد تا او مراجعت کند. نیم ساعت بعد با لب و لوچه آویخته و قیافه مایوس و متعصب برگشته و میگوید که چون حضرت حکمران آدم متعصب و متدینی است سخت در خشم و غضب است. حتی میگوید چون در آباده بابی فراوان است اگر فلانی را سیاست نکنم اسباب تجری بابی ها شده و از طرف دیگر ناسزا گفتن به ائمه اطهار شهر را بر من خواهد شورانید. من مزیفه این است که او را سخت تنبیه کرده و اموالش را هم توقیف نموده و از شهر اخراجش کنم. پدرم دست باچه شده و به منشی باشی متوسل می شود که قضیه را اصلاح کند، چون از این قبیل قضایا در دوره تاریک گذشته خیلی اتفاق افتاده و همه مردم می داند که از این گونه حوادث هر روزه در هر گوشه کشور روی می داد. وارد جزئیات نشده همانطوری که از تفصیل کارهای شریعت مدار و کیفیت دوز و کلک فراش باشی صرف نظر کردم، اینجا هم فقط نتیجه را می نویسم که بعد از آمده شدهای متعدد منشی باشی قرار شد پدرم 700 تومان به جناب حاکم و 100 تومان به آقای منشی باشی و 600 تومان هم به فراش باشی داده و گریبان خود را خلاص کند. پدرم با چشمان آلوده به اشک و با یک حالت تأثر و اندوهی که او را 20 سال پیشتر از سن معمولی او نشان می داد، قضیه را برای ما شرح داد و چنین نتیجه گرفت. با این ترتیبات آیا چگونه می شود به شرافت و آسودگی زندگی کرد؟ انسان تمام زحمات دنیا را برای این متحمل می شود که آسوده و محترم زندگی کند و از نتایج زحمات خود بهره‌مند گردد. تمام شرایع آسمانی، اصول اخلاقی و قوانین بشری و تشکیل حکومت‌ها و سلطنت‌ها برای ایجاد عدالت به وجود آمده است. اگر بنا باشد عدالتی در کار نباشد و تمام سال را من برای این زحمت بکشم که یک مرتبه عرض و ناموس و شرافت و آبرویم دست خوش هوا و هوس فلان فراش باشی شده و نتایج زحمات یک ساله خود را تقدیم حاکم بکنم، خیلی سفاهت و حماقت لازم دارد که انسان به یک همچو کسب و زندگی علاقه‌مند باشد. من امروز خوب فکر کردم و تشخیص دادم که از انسانها فقط دو طبقه در این مملکت راحت و آسوده هم. یک طبقه حاکم و دیوانیان و دیگر طبقه علما و روحانیون. این دو طبقه هیچ کار و زحمتی را متحمل نمی شوند و بهتر زندگی می کنند و بیشتر پول دارند. علاوه بر این همیشه محترمتر و آبرومندتر از سایر طبقات هستند و بر سایرین تحکم کرده و بزرگی می فروشند. از طرف دیگر فرصت این که خود را داخل یکی از این دو طبقه بکنم نمانده است. بنابراین سعادتی که به واسطه جهالت و بیفکری پدرم از من سلب شده است، چرا من از پسر خود دریغ کنم؟ اما اینکه چرا ورود در طبقه روحانیون را برای پسرم انتخاب کردم، نه ورود در مسلک دیوانیان، به چند ملاحظه است. اولا بر حسب اصول شریعت مقدس اسلام، دست درازی به مال غیر از بزرگترین معاصی است و تعدی به حقوق و اموال مردم بدون مجازات و بازخواست اخروی نخواهد بود. بنابراین رفتن در مسلک دیوانیان که مستلزم ارتکاب مظالم است برای یک مسلمان صحیح و شایسته نیست. ثانیاً ورود در مسلک روحانیون آسان‌تر است، زیرا مستلزم رفتن به عتبات و چند سالی تحصیل عربی و فقه و حدیث است. حتی می‌توانم بگویم تحصیل هم چندان مدخلیتی ندارد. همینقدر انسان چند سالی در نجف مانده، بعد شکمی بزرگ کرده و عمامه‌ای قطور و ریشی بلند و نعلینی زرد و قبایی دراز بپوشد کافی است که مثل شریعت مدار خودمان
محترم و معزز زندگی کند و مردم هم به او وجوهات بدهند. ثالثاً تحصیل علوم دینیه و خدمت به شریعت مقدس اسلام باعث آمرزش و اجر اخروی است. پس چه بهتر از اینکه سالی 12 ماه زحمت بکشد و مجبور باشد در مقابل هر عمامه به سری کمر خم کرده و دست ببوسد و به هر شاهزاده یا فراش باشی او تعظیم کند و 700 تومان نتیجه کد یمین و عرق جبین خود را دو دستی تقدیم کند، آن هم بعد از شنیدن فحش و تحقیر و چشیدن توهین و توسری. به جای همه اینها انسان برود نجف درس بخواند و برگردد به ایران، هم محترمتر و آبرومندتر باشد و هم کاری نکند و زحمتی نکشد و مردم به او پول دهند. مخصوصا برای شخصی مانند پسر من که به حمدالله محتاج سایری نیست و به قدری که برای او دارایی میگذارم و بنابر این غیر از تحصیل و بعد از آن ترویج حقایق اسلامی و خدمت به مسلمانان از او چیزی نمیخواهم. خداوند پاداش تحصیل و زحمات او را هم در این دنیا به وسیله جلب احترام و اکرام مردم و هم آخرت به وسیله آمرزش و پدر مادرش به او خواهد داد. مادرم گفت دیگر برای چه نجف برود؟ در اصفهان یا شیراز از مدارس خوب و علمای بزرگ هستند. پدرم گفت به دو دلیل. اول اینکه شخص تا نجف نرود در نظر مردم بزرگ نمی شود. اگر انسان در اصفهان یا شیراز علامه حلی یا آخون ملا صدرا هم بشود، در نظر عوام آن جلوه و ابهتی که یک طلبه بی سواد نجف رفته دارد ندارد. ثانیاً من خودم هم دیگر خیال ندارم در ایران بمانم و میخواهم خورده خورده دست و پای خود را جمع کرده 2-3 تکه ملک و علاقه و هرچه جنس و متاع دارم بفروشم و حسابهای خود را با طرفهای خود تسویه کرده و خودم هم بروم مجاور مشاهد مشرفه بشوم و همانجا به کسب و کار و تجارت بپردازم. در این صورت اقلن مطمئن خواهم بود که دیگر چوب و فلک در کار نیست و آبرویم را با 860 تومان تقدیم این و آن نخواهم کرد. مادرم گفت بسیار خوب فکریست، ولی تا وقتی که خود ما عازم عتبات نشده ایم خوب است جواد در اصفهان بماند. بعد از قدری مذاکره پدرم بالاخره به این راه حل تسلیم شد و قرار شد من بروم به اصفهان در مدرسه 4 باغ مشغول تحصیل مقدمات بشوم تا وسیله مهاجرت پدرم فراهم گردد. این بود که در 26 شعبان 1324 هجری من از آباده برای اصفهان حرکت کردم و پدرم به یکی از علمای اصفهان که معروف به فضل و تقوا بود نامه ای نوشت و هرچند در مقابل کبکبه ریاست مداری علمای مسجد شاهی حاج سید محمد باقر درچه‌ای ابدا اسمی و عنوانی نداشت، ولی یک عده از طلاب فهیم و اشخاصی که به تمول و جلال ریاستمداران و دنیاداران و عوام فریبی علما مسجد شاهی اصفهان به نظر سوءظن نگاه می کردند و به تقوا و معلومات اهمیت می دادند نسبت به او ایمان داشتند. پدرم در توصیه‌ای که به او نوشته بود استدعا کرده بود که دستور تحصیلات و زندگانی مرا داده و مرا در پرتو ارشاد و تقوای خود راهنمایی کند. روز اولی که وارد اصفهان شدم اسباب مختصر خود را در کاروانسرا گذاشته و یک سر به طرف خانه جناب سید محمد باقر درچه‌ای شتافتم. سید محمد باقر درچه‌ای، حضرت سید در آن وقت در خانه نبود و گفتند که در مدرسه نیماورد است. چون پدرم غالبا تعریف فضل و تقوا سید را کرده بود و یکی از ارادتمندان او بود و من هم مطابق افکار کودکانه خود درجه فضل و تقوا را بزرگی عمامه و بلندی ریش و تمطراق ظاهر می دانستم و در مخیله خود یک همچو صورتی برای او تصور می کردم، وقتی مارد مدرسه شده و از خادم سراغ گرفتم با دست به ایوان یکی از حجرات اشاره کرد که چند نفر طلبه در آن نشسته بودند. وقتی وارد ایوان رسیدم
جز 5-6 نفر طلبه که خیلی دوستانه و خودمانی با یکدیگر صحبت می کردن و چای می خوردن کسی را نیافتم که مطابق با آن صورت ذهنی باشد که من برای سید فرض کرده بودم. یکی از حضار که حالت حجب و تردید مرا دید با کمال مهربانی پرسید چه کاری دارم؟ گفتم می خواستم خدمت حضرت سید برسم. یکی از حاضرین شخص کاملی را که در حدود 50 سال داشت و عمامه‌ای کوچک و ریشی مختصر و کوتاه و اندامی نحیف و قیافه‌ای بشاش و قدری استهزاآمیز داشت نشان داد. پیش رفتم و خواستم دست او را ببوسم. مانع شده مرا نزد خود جای داد و پرسید از کجا می آیم و چه مطلبی دارم؟ من هم نامی پدرم را به او دادم. بعد از خواندن اظهار مهربانی بسیار کرده و از درجه تحصیلاتم سوال کرد. گفتم فل جمله مقدمات عربی را خواندم. سید فوراً دستور دادند که برای من حجره آماده کنند و به یکی از حضار که معلوم بود طلبه فاضلی است دستور درس و تحصیل مرا داده، سپس مرا شب به خانه برده و شامی خوردیم و از سرگذشت پدرم سید را مسبوق کردم. خیلی متأثر شده و دیگر از همان روز یک نوع الفت و انسی به سید پیدا کردم که غالباً بعد از دو درس فقه و اصولی که در مدرسه می داد به حجره من آمده و با دو سه نفر از خواص اصحاب خود آنجا به صحبت و مذاکره می پرداختند. مرحوم سید عادت داشت هر روز پنج شنبه عصر با چند نفر از خواص اصحاب به تخت پولاد می رفت. آنجا بعد از خواندن فاتحه اهل قبور در یکی از مقبره های باصفا چای دم می کردند و بعد از نماز مغرب به شهر مراجعت می کردیم. گاهی هم شب را همانجا به سر می بردیم، زیرا در آن تاریخ اصلا رفتن به تخت پولاد خیلی معمول بود و بیشتر به عنوان گردش می رفتند و این قبرستان پهناور که متصل به پل خاجو و در کنار زاینده رود است، گردشگاه عمومی محسوب می شد. غالبا در این گردش بیش از 3 نفر در خدمت سید نبود. یکی از اینها سیدی بود نجف آبادی که اهل منبر و تسلط او در اخبار و حدیث زیاد و بسیار مقدس و متورع بود. دیگری یکی از آقازاده های یزد بود که برای تحصیل به اصفهان آمده بود، ولی خیلی سرش بوی قرمه سبزی می داد. بعضی مطبوعات جدیده مصری را خوانده از حکمت هم اطلاعی داشت. آدمی خوشمشرب و بازوق بود و بسیار شعر فارسی و عربی از حفظ داشت و خیلی پایبند بعضی از آداب و رسوم خشک طلاب مقدس نبود. ولذا غالبا طلبه ها این آقازاده را که به مجد الشریعه معروف بود با نظر سوءظن نگاه می کرده و به استحکام مبادی ایمان وی چندان خوشبین نبودند. از قضا به واسطه خوشی ذوق و مشرب معاشرت من با وی بیشتر از سایرین شده بود. دیگری شیخ حسن قمی بود که بسیار طلبه فاضل و زحمتکش و خیلی فقیر و بیچیز بود، ولی دائما سرش در کتاب بود و در هر مجلسی وارد می شد یک مسئله علمی طرح کرده و مباحثه ای راه می انداخت و سرش برای قیل و قال درد می کرد. به خاطر دارم یکی از روزهای پنج شنبه که جمعا در خدمت سید بودیم و به طرف تخت پولاد می رفتیم، در زیر بازار معروف به چارسو نقاشی که متصل به خیابان چارباغ خاجوست، زنی به طرف ما آمده و با سماجت و اصرار گدایی می کرد و می گفت حضرت عباس به آقا طول عمر کرامت کند. حضرت سید که آن روز قدری سر دماغ نبود با حالت تغییر گدا را جواب کرد و گفت حضرت عباس اگر می توانست به خودش عمر می داد. این جمله که از دهان سید درآمد مثل این بود که یک سطل آب سرد بر مغز همه ما پاشیده باشند. سکوت هراس‌آمیز و پر از سوءظن همه را فرا گرفت. در نظر سید نجف آبادی
که اهل منبر بود و چندان مایه علمی نداشت و راه ارتزاقش مداح اهل بیت و ذکر مناقب آنها بود، طبعاً چنین عبارتی غیر قابل درک و هضم و حتی نوعی کفر و شرک به نظر می رسید. شیخ حسن قمی گرچه طلبه فاضلی بود، ولی تمام فضل و معلومات او در اطراف همان عقاید موروثی تمرکز یافته و هرچه معلومات صرف تأیید و تشریح و اثبات عقاید اجدادی می شد. یعنی مثل غالب فضلا متعبد عقاید او مولود معلومات او نبود، بلکه معلومات او لفافه و زیب و زیور عقایدش بود. اما خود من از ایام کودکی به تمام معتقدات رایجی زمان و حتی موهومات و خرافات با یک حرارت و ایمان شدید تسلیم شده بودم، به طوری که هر کس و هر چیز و هر فکری که از محیط عادات پیرزنان آباده منحرف می شد به عقیده من لطمه و صدمه ای بود به اساس دیانت اسلام. همه ما از این حرف سید در هم رفته و پایه عقیده من نسبت به پیشوا و مقتدای خود فرو ریخته بود و مثل این بود که یک مرتبه تمام آمال و آرزوی ما از هم فرو ریخته باشد. زیرا در حقیقت بعد از این حرف دیگر بایست از معاشرت یک مرد عالم و بزرگوار خوش اخلاقی که به منزله پدر روحانی ما بود و از پرتو معلومات او استفاضه می کردیم صرف نظر کنیم، چه آنکه جمله الراد علیهم کالراد علی الله در مقابل ذهنمان نقش بسته و پیش خود خیال می کردیم که یا سید دیوانه شده است و یا اینکه حقیقتاً یک همچو موجود فاضل و ارزشمندی با این زهد و تقوا و با این مکان مخلاق زندیق و بیدین است و در زیر این صورت آراسته روحی تاریک و شریر دارد که نه تنها خود بلکه تمام معاشرین خود را نیز به درکات اسفل جهنم خواهد کشانید. و هر دو فرض برای ما بسیار تلخ و ناگوار بود، زیرا در هر دو فرض ما یک وجود ذی قیمت و مفید و کمیابی را از دست داده بودیم. این حالت و این افکار از مخیله همه ما گذشت و سکوت بهت‌آمیز ما مبنی بر همین نوع خیالات بود که همه در آن شریک بودیم و منتظر بودیم که سید به زودی از این حرف پشیمان شده و با گفتن استغفرالله خیال ما را راحت کند. اما باز همان عقاید و احترام اولیه خود را نسبت به او داشته باشیم. ما در آن حالت مثل پدری بودیم که یک مرتبه فرزند یگانش از قله کوه پرت شده و دیگر امیدی ندارد او را زنده ببیند مگر معجزه‌ای روی دهد، یا همچون کسی که نقشه ها و آمال چندین سالش از هم فرو ریخته و برباد رفته منتظر است دست غیبی او را از انهدام و انقراض نجات دهد. فقط در میان ما مجد الشریعه بود که یک تبسم خفی و نامرئی بر لبانش نقش بسته بود و برای اینکه حالت ناراحت و سکوتی که بر همه مستولی شده است از بین برود گفت: من ابداً معتقد نیستم به این گونه اشخاصی که استعداد کار کردن دارند. انسان صدقه بدهد خیرات و مبرات حقیقی آن است که انسان حقیقتاً به مستحقین چیزی بدهد و مستحق واقعی آن کسی است که قادر به کار و عمل نباشد. نردم تنبلی که دنبال کار نرود و طبعاً گرسنه بماند. سید نجف آبادی که تاکنون خود را گرفته بود و نمی توانست نسبت به استاد خود پرخاشی کند، فرصتی به دست آورد که خشم خود را بر مجد الشریعه فرو ریزد و با صدایی که از غیظ گرفته شده بود فریاد زد: این عقاید را خوب است برای خود حفظ کنید، و یا اینکه وقتی به محفل بابی ها وارد شدید بیان کنید. این افکار شایسته آن دست مزلب و خبیثه است. به فقیر چیز دادن و احسان به بینوایان یکی از بزرگترین آثار اسلامیت است. کتب احادیث و
اخبار پر است از فضیلت اعانت درماندگان، اطعام مساکین، افاقه مظلومین و دستگیری از سائلین بزرگترین ثواب است. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. مجد الشریعه با طبع شوخ و خوشمشربی که داشت این جمله را با خنده رد کرده و گفت خوب است قدری جلوش را بگیری و الا اگر به این تندی پیش بروی بعد از چند دقیقه من شخص مرتدی خواهم بود و واجب القتل. من منکر خوبی و احسان و دستگیری درماندگان نیستم، نزاع صغروی است. یعنی میگویم این سائلین که خداوند دو بازوی توانا و دو پای سالم و دو چشم بینا و خلاصه صحت و سلامت به آنها داده است، در ردیف درماندگان و بینوایان نیستند. درمانده و بینوا کسی است که وسیله ارتزاق نداشته باشد. این خیرات و مبرات بی اصولی که در ایران معمول است مردم را به بیکاری و تنبلی و گدایی تشویق می کند. فرض کنید اگر تمام اهالی ایران هم عقیده بنده بودند، یعنی به هیچ سائلی پول نمی دادند، مگر اینکه واقعا تشخیص می دادند که این شخص قادر به کسب نیست، آن وقت هیچ گردن کلفتی یا مرد سالمی نمی آمد گدایی کند، زیرا بر او مسلم بود که کسی به او چیزی نمی دهد و از گرسنگی نخواهد مرد. بنابراین می رفت و مشغول کسب و کار می شد و اگر همه گدایان ایران مشغول کسب و کار می شدند، طبعا قوه تولید و انتاج زیادتر و بر عده طبقه مولده ثروت افسوده می شد. مثلا به عقیده من همین شیخ حسن قمی که شبانه روز مشغول تحصیل علوم دینی است و هیچ وقت حاضر نیست دست تگدی و سؤال پیش کسی دراز کند، از تمام این اشخاصی که با کمال وقاحت و سماجت گریبان مردم را در کوچه و بازار می‌گیرند مستحق‌تر است. شیخ حسن که با این تعریف قدری متمایل به مجد الشریعه شده بود گفت مجد الشریعه، اگر راستش را بخواهید من هم می‌توانم در شبانه روز چند ساعت کار کنم و مابقی را به تحصیل بپردازم، همانطوری که بزرگترین پیشوای مذهبی ما علی ابن ابی طالب حتی برای یهودی کار می کرد و مزد می گرفت. من که بعد از حادثه‌ای که برای پدرم روی داده بود یک حالت طغیان و نافرمانی نسبت به مقررات موجود داشته و از هر صحبتی می خواستم مطالب را به موضوع ابتلاء خود معطوف بدارم، خطاب به سید نجف آبادی کرده گفتم شما از اغاثه مظلوم صحبت کردید و آن را یکی از شریفترین تعالیم اسلامیت گفتید، آیا حقیقتاً مسلمین به این معنی عمل می کنند؟ شما خوب می دانید که تمام شهرهای ایران پر از جور و ستم است و حکام و دیوانیان بلایی نیست که بر سر فرد مردم نیاورند، ولی آیا سایر مسلمین در فکر اغاثه مظلوم و کمک به او هستند؟ البته اگر هر مسلمانی وظیفه خود را این میدانست که نگذارد ظالم ظلم کند، ظالمی در جامعه پیدا نمیشد. مجد الشریعه گفت مثلا اطعام مساکین خیلی فضیلت دارد و البته هر آدم عاقل و با فکری هم تصدیق میکند که این عمل مستحسن و دارای فضیلت است، ولی آیا این اطعام مساکین است که فلان تاجر یا فلان دیوانی ظالمی که تمام داراییش از مظالم به دست آمده یک دهه در ماه رمضان یا محرم اطعامی می کند و اشخاص سیر غیر محتاج را دعوت می کند، در صورتی که پشت همان در خانه‌ای که به عنوان اطعام مساکین سفره پهن شده و کسبه بازار یا طلاب مدارس مشغول خوردن انواع غذاها هستند، صدها زن و بچه که ماه به ماه طعم غذای خوب به ذائقه‌شان نمی‌رسد جمع شده و فراش یا مستخدمین خانه با کمال قصافت آنها را می‌رانند. آیا این اطعام در خانه خدا قدر و منزلتی دارد و همان اطعامی است که مخصوص شارع مقدس بوده است؟
سید نجف آبادی که دید دارد محکوم می شود گفت: هرچه باشد باز هم خوب است، باز هم ذکر مصیبتی در آنجا می شود و شعائر اسلام محفوظ می ماند و یک عده‌ای هم به نوایی می رسند. در این حال از پل زیبای خواجو گذشته و به آن سوی زایندرود رسیده بودیم. آفتاب لعل هنگام غروب کوه‌های اطراف را مثل دورنمای حریقی سرخ کرده بود. نسیم همیشگی رودخانه با شاخسارهای بید مشغول همهمه و نجوا بود. آب زایندرود در وسط این دره پهناور که پل خواجو مثل ناجی بر سر آن قرار گرفته بود، مجرای بلهوس و مارپیچ خود را تعقیب کرده و به قول حافظ گذر عمر را به خاطر می آورد. گورستان تخت پولاد در زیر جمعیت زیاد زن و مرد که مثل مورچه در آن پراکنده بودند، سیاهی می زد.